درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیسی از باند نفوذی فاصله بگیر تا خون بیشتری ریخته نشود. اینها به تو هم رحم نخواهند کرد. جا طلبی اخراجی های وزارت اطلاعات که همکنون سکان اطلاعات سپاه را بر عهده دارند، باز هم با عجله فرد دیگری را قربانی کرد. روح الله زم اعدام شد. خبری کوتاه که صبح امروز مخابره شد. کسی را که ادعا کردند جعبه سیاه ناآرامی های دی ماه 96 بود. فردی را که مدعی شدند با ارتباط ها و اخبار او ترامپ برای خروج از برجام متقاعد و فشار حداکثری بر ایران را آغاز کرد. اما همگان می دانند تمامی اینها دروغ‌هایی بود برای موجه جلوه دادن اعدام او. منابع اخبار روح الله زم داخلی بودند و از داخل بیت رهبری تا درون ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و تا حساس‌ترین دستگاه‌های نظام او مهره شطرنجی شده بود برای بلوک‌های قدرت درون نظام و به ویژه دستگاه‌های امنیتی کشور که خود با هم درگیر بودند. اما روح الله زم را وسیله‌ای برای افشاگری بر علیه یکدیگر یافته بودند بیان که خودش این نکته را بداند. و در نهایت با پرونده‌سازی همین اخراجی‌های وزارت اطلاعات که همکنون سکان اطلاعات سپاه را بر عهده دارند روبوده و با عجله اینک اعدام شد. قبل‌تر از آن هم مسعود مولوی که هکری در استخدام ساس بود در ترکیه ترور شده بود. مولوی ادمین کانال جعبه سیاه بود و او هم اخبار خود را از برخی منابع بلندپایه‌ای درون نظام و سیستم اطلاعاتی کشور به دست می‌آورد. وقتی تاریخ مصرف اینها تمام شد، یکی را در ترکیه ترور کردند و دیگری را به صورت دستپاچه و سرس احتمال بازجویی او توسط سایر نهادهای اطلاعاتی کشور و لو رفتن احتمالی فاجعه‌ای که در کشور و بر علیه مردم آفریدند و دهان باز کردن او برای اقرار به نام برخی منابع خبریش که از عالی رتبه‌ترین ارکان نظام بودند و بعضاً از درون همین باند بودند اعدام کردند. سید ابراهیم رئیسی: اینها به تو هم رحم نخواهند کرد. ای کاش اسیر فشارهای این جماعت تمامیت خواه نمی شدی و رسیدگی پرونده را به دیگری می سپردی. این را گوشه‌ای بنویس تا تاریخ تصویرگری کند که این گروه در حق شما هم خیانت خواهند کرد. این افراد بیشک نفوذهای اسرائیل و آمریکا هستند که مسبب حذف بسیاری از دلسوزان کشور شده و باعث مهاجرت تعداد زیادی از آنان به خارج از کشور شدند و باعث ترور مولوی و اعدام زم شدند. آنها خائن به کشور هستند و تاریخ در آینده این حقیقت را افشا خواهد کرد. بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض مردم ما راه استواری، راه ما راه دموکراسی و آزادی به مردمه و همونطور که در مخفف اسم آمد نیوز هست، آزادی، مبارزه، دموکراسی. ما این رسانه رو تا زمانی که جمهوری اسلامی، تا زمانی که ایران دموکراسی براش حاکم نباشه، این راه رو ادامه میدیم و به هیچ وجه حتی با کشتن افراد مرتبط یا با کشتن خود ما هم این راه متوقف نمیشه. خیلی ممنون. با درود به هموطنان گرامی و با عرض تسلیت به خانواده محترم روح الله زم و همسر ایشون بانو مهسا رازانی، من واقعا متاسفم و حال رو درست حسابی ندارم و نمیدونم دارم چی میگم. فقط اینو میدونم به خامنه ای و آقای رئیسی که رئیس دستگاه قضاس هشدار بدم، خامنه ای یا الدنگ کوفیوز، آقای رئیسی قاتل، شماها یه لکه ننگ بزرگی دیگه به جنایت‌های خودتون اضافه کردید و جون روح لازم رو گرفتید. اما روح لازم جاودانه خواهد بود. روح لازم کسی نیست که مردم اونو فراموش کنن و همین مردم مطمئن باشید به وقتش و به روزش انتقام سختی از شما خواهند گرفت. مطمئن باشید اون بازجو خبرنگارهای شما و اون مسئولینی که دستشون به خون روح لازم آغشته شده همه تقاص سخت پس میدن. اون شیرین نجفی، اون شیرین نجفی که پرستوی شما بود و در لحظه های آخر اومده بود پیش روح الله و روح الله بازجویی میکرد، اونم باید تقاص پس بده. شیرین نجفی، شما حاشیه امنیت نداری و مطمئن باش تمام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم محافظ تو باشن، یه روزی جواب این خیانت تو به مردم ایران و خانواده روح لازم پس میدی. روح لازم جاودانه خواهد بود، روحش شاد و یادش گرامی. پاینده ایران. فاجعه، اعتراف داماد روحانی به فروش گرانترین خاک جهان.
فروش خاک ایران نه تنها در جزیره هرمز بلکه در هر کجای دیگر از کشور با قرار دادن ترکمنچای و گلستان تفاوتی ندارد. جمهوری اسلامی با سرکوب و غارت مردم ایران نه تنها زندگیشان را به نابودی کشانده و آنها را به خاک سیاه فقر نشانده است، بلکه خاک و آب آنها را نیز تحت عنوان صادرات غیر نفتی به تاراج می دهد. هرمز جزیره‌ای در جنوب ایران است که به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز کلید خلیج فارس نامیده می شود. موقعیت جزیره هرمز است که آن را در طول تاریخ از نظر راهبردی و بازرگانی با اهمیت خاصی روبرو کرده است. اما موقعیت جغرافیایی تنها ویژگی این جزیره نیست، بلکه خاص‌ترین انواع خاک‌ها و ویژگی‌های زمین‌شناختی مجموعه‌ای از انحصارات را به این جزیره بخشیده که اکنون آن را تبدیل به بهشت زمین‌شناسی در جهان کرده است. متاسفانه امروزه از عمده‌ترین مشکلات این جزیره میتوان به خام فروشی خاک آن اشاره کرد که نه تنها ویژگی صنعتی، بهداشتی و دارویی دارد، بلکه خوراکی نیز هست و مردم محلی از آن به عنوان ادویه استفاده می‌کنند. کامبیز مهدی‌زاده، داماد روحانی، مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی درباره اهمیت حفظ خاک هرمز به خبرنگاری در تهران گفت: از آنجا که خاک هرمز گران‌ترین خاک جهان شناخته شده است، وظیفه صیانت از آن بر عهده ماست. وی گفت: با مراجعه به تاریخ از قراردادهای ننگینی همچون ترکمنچای و گلستان تأسف می‌خوریم، به دلیل اینکه بر اثر آن بخشی از خاک کشور خود را از دست دادیم. امروز هم خاک فروشی نه تنها در هرمز بلکه در هر کجای دیگر از کشور با قرارداد ترکمنچای و گلستان تفاوتی ندارد. یک عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز بیشتر در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه متاسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده صحت دارد گفت: تعدادی افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند. حسین بشارتی با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند. بشارتی این مسئله را یک فاجعه جبران ناپذیر برای کشور توصیف و خاطر نشان کرده که شاید در کوتاه مدت اثرات خود را نشان ندهد، اما نسل آینده به راحتی از کنار این موضوع نخواهد گذشت و ما را نخواهد بخشید. وی افسود: خاک یک منبع تجدید ناپذیر و یا دیر تجدید پذیر است و تشکیل یک سانتی متر از آن سالها زمان می‌برد. به گفته کارشناسان، قاچاق خاک ایران از دهه 80 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.